سلام به همگی، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. آقا من الان شانس آوردم که دفترم نبود، مجبور شدم برم دوباره بیام، چون قبلش مثلا یه 5 دقیقه ویدیو گرفتم رفتم دیدم رو تایم لپس. اولا که من فکر کردم امروز با دوربینم که جدید اومده ویدیو میگیرم، ولی چون تا حالا دوربین نداشتم نمیدونستم که باید مموری کارتم بخرم، بنابراین تا مموری کارتم بیاد دوباره با گوشی. الان میخوام قسمت دوم وبگردی نتگردی یه چیزی براش باشیم اونو بگیرم، و اینکه یه ذره توش تغییر دادم، اونجوری سعی کردم بکنمش با توجه به کامنت ها و نظراتی که بهم داده بودین، یه ذره محتوای فشنم قاطیش کردم، گاسیپ هالیوود هم رو ریختم توش، یه ذره کامل ترش کردم. به نظرم برنامه ایه که میتونیم خیلی بزرگش بکنیم، این خیلی پتانسیل داره. اولا 200,000 تایی شدن اینستاگرام مبارک، مرسی که همیشه هستین، مرسی که حمایت میکنید منو. 10,000 تایی شدن این یکی چنلمون مبارک، همینجوری میدونم که هر روز با حضور شما هم پیشرفت بیشتری میکنیم. بریم سراغ کاروبارمون ببینیم چه خبره. خب بریم ببینیم چی داریم. خب اول سعی کردم برم یه ذره با ترندا شروع بکنم، از ژیلتای پرادا که با عکس کوئین الیزابت شروع میکنیم، که پرادا یه سری ژیله زده برگردونده به بازار ترندی. بابا چی داری میگی هلی؟ ریلکس، رفتم دویدم مثلا رشته کلام از من. خب برگشتیم با ژیله ها که پرادا توی کالکشن جدیدش کلی ژیله آورده و از قسمت اصلی استایل کوین الیزابت حساب میشه ژیله. کیت هم خیلی میپوشتشون، خیلی هم بامزه میشه. کیت میتونی استایلش شبیه رف لارنه، شبیه مدلای رف لارن اونجوری لباس میپوشه، ولی ژیله برگشته. منم یکی دوتا ژیله تو کمد دارم، ژیلهاتونو در بیارین بیارین بیرون ببین این چقدر خوشگله، چقدر رنگ خاکی و نود خیلی خوشگلی استایل کرده با کیف بوتگا ونتا و کلاه گوچی. منم خوش استایل میشه. آها اینجا تو فصل پاییز قرار از این تابستون که قبلش بهتون گفته بودم کلی از این پیرنای بلند ترند میشه، که خودم هم چند تاشو خریدم، خیلی هم خوشگله، ولی فصل پاییزم زیاد میبینین چند تا مدل پیرنی که این فصل قراره ببینین. این یکی رو خیلی دوست دارم، این شبیه طراحای ایرانیه، این که دور دستاشم کش داره و اینه خیلی شبیه طراحای ایرانیه. زارا هم زده کلی از اینا، زارا چیو نمیزنه فصلشه. او بریم اینجا، یکی از هایلایت های این هفته بلا حدید بود با لباس دیپتا، که یه لباس زده که خیلی اومده تو چشم و همه دارن راجبش صحبت میکنن. یه مینی درسه که شبیه لنگا خیسه، مدل لباسش این شکلیه، فکر کنم کیم کارداشیان عاشق این بشه، ولی خیلی خوشگل بود این لباسه، جالب بود، خیلی نوآوری داشت. این هایلایت این هفته بود. خب مثل همیشه که من با شین مشکل دارم، دوباره این بیلی پرادوی بیچاره یه دیزاینر این لباسای بافتنی اومده شکایت کرده از شین و گفته که حدس می‌زدم که شاید یه دونه از طرحامو دزدیده باشه، ولی مثل اینکه کل طرحاشو گرفته زده و با قیمت 10-12 دلار وارد بازار کرده. این بیلی پرادوی کورسر دوباره مافیا بازی می‌کنه، این بیلی یکی از طراحای خیلی معروفه تو قسمت بافتنی و اینا، و خیلی هم لباساش گرونه چون دست سازه با خودش دیزاین میکنه با اینا، ولی خب این شین پدر همه رو در آورده دیگه، چی کار کنیم. این هم همجوری عکس از کیارا فرانی گذاشتم دلمون بازشه، ولی این لباسای ترندی رو میبینیم. ببین همیشه این ترندایی که قراره بیاد، خب اینفلوئنسرها بلاگرای خیلی معروف که با برند با دیزاینر برندز کار میکنن، کلا ترند از کجا میاد؟ از برندهای خیلی معروف. اونا میان یه سری چیز درست میکنن، وارد بازار میکنن، با بلاگرها و اینفلوئنسرها از فصل قبل هماهنگ میکنن، اینا میپوشن و بعد فست فشن ها تون تون میزنن و دیگه کل دنیا میپوشه. اینجوریه که یه لباس میاد. مثلا این جینگل پینگلی رنگی که خیلی امسال مود شد، اون چیز موبایل و اینا، همه کیارا مثلا از یک سال پیش دستش بود. می چقدر ترند میکره. یه خبر خوبی که برای اونایی که خیلی فشن دوست دارن این بود که کوپنهاگن که
پایتخت دانمارک میشه، فشن ویکش با تاخیر برگزار شد. من چند تا استایل براتون انتخاب کردم که الان فکر کنم چند تاش اینجا ببینیم، جلوترم گذاشتم، انقدر قشنگ بود. این ترکیب سبز و نارنجی که منم پوشیدمش توی اینستاگرام خیلی ترکیب خوشگلی بود. امسال خیلی سراغ سبز و نارنجی صورتی و سبز رفتن، کلا رنگی پوشیدن همه. امسال چشممون از این همه رنگی پنگی تو خیابون واقعا لذت برد. چند تا از استایلای مورد علاقه‌مو از کوپنهاگن براتون گذاشتم ببینید که به به واقعا خیلی خوشگل بود اینا. دلم نمیاد تون تون بزنم بره. این خیلی خوشگله، یادم باشه اینو ببینم کجا داره یا از روش بتازم بذار تغییر. آها بچه‌ها، حالا که الان بحث یا گفتم و اینا، یه چیزی بهتون بگم. یه قانون شاید خیلی ندونه، یه قانون طراحیه که میگه شما وقتی که یه طرحی رو تو لباس، مثلا سوال خیلی هم شاید باشه که خب فست فشن میان مثلا این لباس رو کپی میکنن میزنن، چجوری اون برند نمیتونه شکایت کنه. یه قانون هست تو توی دنیا که میگه که اگر تو این طرحو فکر میکنم 30% باشه، 30%شو تغییر بدی، این طرح مال تو میشه، یعنی به عنوان طرح جدید میتونی استفادهش بکنی. اینه که خیلی هم کپی میکنن و میزنن میره. بریم یه ذره فشن رو جمع کنیم بریم به قسمت جلوتر. و اینکه چند تا چیز جالب سرچ کردم، چند تا اکانت جالب که تو اینستاگرام داریم الان میرسیم بهشون. ببین عجیب ترین گوگلای، یعنی چیزی که گوگل شده رو رفتم یه نگاه کردم، عجیب ترین گوگلایی که دیدم این کشیم بود. مثلا زده که امای، بعد سوالیه دیگه، امای وی زده ومپایر. بعد اینا بیشترین چیزیه که گوگل شده که میاد بالا دیگه. یعنی ببین چقدر آدم سرچ کردن که مثلا امای ومپایر. فکرم بعد از سریال ومپایر دایریز و فیلمای توالایت خیلی دوست داشتم نگه آقا ومپایرن یا نه. من خودم دوست داشتم ومپایر باشم، کلا من زندگی ابدی رو دوست دارم. خب وای این خیلی ترسناک بود، زده که our babies dishwasher safe، یعنی بندازی مثلا بچه ها، یعنی چی میگن، بذاریشون تو ماشین ظرفشویی چیزیشون نمیشه. چرا باید یه عالم آدم اینو گوگل کنه؟ بعد زده که از بچه ها موقعی تولد دراگ تست میگیرن. اصلا اینا چیه گوگل کردن مردم؟ من واقعا مشکل دارم. خب بریم بعدی. زده my cat wants to eat me all the time. تده کرش دوباره داره می. بعد my cat wants to kill me. اینو خیلی میم میبینم تو اینستاگرام راجبش. من به گربام اطمینان دارم آقا، اطمینان دارم. خب این وسط یه پاز دادم. ببین یه چیز دیگه گفتم شاید براتون سوال بشه که این مبل من چی شد. اونایی که تو اینستاگرام من احتمالاً میدونن، بچهای تلگرامی هم که میدونن، مبلی که سفارش دادم برای خونه، خونه رو که داریم کلا یکم بازسازی میکنیم، خونه تکونی میکنیم، بعد این مبلی که سفارش دادیم برای حال قرار بود جمعه بیاد، امروز شنبه است و اینکه کنسل کرد. منم جمعه گفتم که به هوای اینکه مبلا داره میاد مبلامونو دادم رفت، هیچی نیورد. قرار شد دوشنبه بیاره مبلا رو، بنابراین مجبور شدم که این مبلا رو ببریم تو حال، یکی از مبلا رو بیارم اینجا ویدیو بگیرم. خلاصه شما مثل من نباشید، مطمئن باشین که اتفاقی میفته بعد برید برای چیزش تصمیم بگیرید. خب بریم عجیب ترین اکانت اینستاگرام ببینیم. اینو مطمئنم که باورتون نمیشه که چیه. اسم اکانتش جیل آندرلاین فیته. خب جیل یعنی زندان، فیت هم که یعنی پا. بعد 6705 تا فالوور داره، ولی عکس پاهایی رو میذاره که روش تتو داره و نمیدونم مثلا چند تاش مثلا با هم ببینیم. 5 تا پست آخرش رو با هم ببینیم. ای اولی عکسی که با کنار چقدر چندشه. خب این مریضه، این آدم فود فتیش داره و نمیدونم واقعا این چیه. میدونی چرا؟ ای چون این پای قبلا تو این ظرفه بوده، بعد عکس دوربینش هم اخ دیوانه ها.
این مال یه نفره اکانته؟ بعد تتواش بفهمی. آره این، آره این عکس از پاهای خودش میذاره و اینکه مرده به نظرم. چقدر عجیب داره. چرا؟ بعد چرا 6000 نفر باید اینو فالو کنن؟ هی من هرچی دارم نگاه میکنم. اینترنت برای امروز بسته ها. خب ببینیم، یه اکانت هست، من خودم قبلا چند وقت پیش این اکانت رو فالو داشتم، کانیه دوینگ تینگز. خب کانیه وست اون موقع اینستاگرام نداشت، الانم که داره الان فرق نمیکنه، خیلی چیز خاصی توش نمیذاره، ولی خب کانیه وست خیلی شخصیت عجیبیه دیگه، کلا یه ذره رفتاراش عجیب غریبه. بعد این اکانت اومده چقدر فالو، 1,000,000 فالوور داره. بعد آدمای معروف هم فالوش میکنن، الان دارم نگاه میکنم. بعد مثلا میاد از کانیه عکسای عجیب، مثلا عکسای عادی میذاره، مثلا زیرش کپشنای بامزه احمق مینویسه، مثلا این کانیه با هودی نشسته نوشته مثلا کانیه پروتکتینگ هیمسلف فرام کووید، مثلا یعنی مثلا کانیه داره خودش در مقابل کووید مراقبت میکنه. خیلی بامزه است این اکانت. بعدی تو هواپیما نوشته کانیه تیکینگ ناپ، خیلی بامزه است. نمیدونم، برید حتما اینو ببینید، خیلی دوستش دارم اینو. بریم جلوتر. کانیه ویتینگ فور هیز لاگج، خیلی بامزه است. این واقعا بامزه است، یعنی این اکانت عجیبی نیست. اینو خودم خیلی دوست داشتم که حتما ببینید. چند تا اکانت شما برام فرستادین، من از بینشون اینو انتخاب کردم، فکر کردم که اسمشو گم کردم، ولی اینم خیلی کیوت بود. چیکار کنم با صدای خوش؟ خب اسمش پیپ تاینی هده. خب بعد یه دونه خرس عروسکیه که کلش تو سلوه. خب بعد از این تو جاهای مختلف عکس میذاره. این اکانت 22,900 تا فالوور داره، بلاگره مثلا. بعد اسمش هم که پیپه. ببین خیلی بامزه است، این اتسوس که رفته مثلا باشگاه. خیلی بامزه است این، این واقعا بانمکه رفته. بعد این میدونی چی رو تصور کنیم، مثلا رفته رستوران، یعنی صاحبش مثلا واقعا اینو مثلا برداشته برده اونجا که ازش عکس بگیره. خیلی نمکه. دقیقا پاش خیلی خوشگله. مرسی از هرگی که این برام فرستاده بود، من اینو سیف کردم، روحیم بعده میرم نگاش میکنم. خیلی نمکه. خب اینم از اینجا، بریم یه دوتا گاسیپ هالیوودی هم ببینیم و بریم. اولیش که نوشتم اینه که پیت دیویدسن، که فکر کنم همتون بشناسینش، نامزد آریانا گرانده بود، با دوست دخترش فیبی به هم زد. فیبی کی بود؟ اون سریال بریجرتون اگه دیده باشین که توی کرونا خیلی خوب بود، فصل 1ش اومد، فصل 2ش هم داره ساخته میشه، با هم دوست شده بودن. اونا به هم زدن، سیزن 3 یو داره میاد به زودی، و یو هم اونایی که طرفدار گاسیپ گرلن، دیو بود اسمش، نه اسم اصلیش فهم دیو، دوست پسر سرنا چی بود اسمش، یادم رفت، اون نقش اصلیشه. و اینکه خیلی میستریس سرش، یکم راجب قتل و ایناست، اگر ندیدین برین ببینین. سیزن 3ش داره به زودی میاد. جنیفر لوپز هم که ایراد الکس رودریگز رو آنفالو کرده، تمام عکساش هم پاک کرده. بابای بریدنی قرار عوض بشه، تو دادگاه اعلام شد که قیم بریدنی هم عوض میشه. و یه شایعه اومد که من خیلی خوشحال شدم، گفتن ریچل و راس، همون جنیفر انیستون دیوید تریمر، ممکنه که با هم دیت بکنن، ولی خودشون رد کردن. ولی به نظر من واقعیه، برای اینکه همیشه هالیوودیا وقتی که یه رابطه جدید اولش رد میکنن، بعد کم کم که جدی میشه لو میره. این بود برنامه من امروز، امیدوارم که خوشتون بیاد. باز برام کامنت کنید، بنویسید که دوست دارید چه قسمتی بهش اضافه کنم، کجاها رو کم کنم، زیاد کنم. فکر میکنم که برنامه جالبی بشه اگر هفته یه بار براتون بذارم، هفته دو بار بذارم. اینا رو همه رو برام بنویسین. و اینکه دوستتون دارم.